بیارتخابی در پدیده جدید در تهران پایتخت ایران است. این پدیده که برخی رسانه های پرمخاطب ایران از آن گزارشی تهیه کردن پس از گورخابی و ماشینخابی جدیدترین ابداعی است که چهره فقر در آن خود نمایی می کند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در این شب های سرد زمستانی، اتوبوس های بیارتی در کلان شهری مانند تهران، وسیله جا جابجایی مناسبی هستند که 24 ساعت مسافران را جابجا جا, جا کنند. اما کاربری این اتوبوس های بیارتی شب هنگام برای برخی افراد تغییر کرده و به عنوان خوابگاه استفاده می شوند. دوازده تا 25 هزار تومان هزینه یک شب بیارتی خوابی در تهران است و بسیاری به جای اجاره خانه در این اتوبوس ها می خوابند. بیارتخابی سختی های فراوانی نیز دارد. افراد حاضر در این اتوبوس ها حداقل تا صبح باید پنج بار اتوبوس عوض کرده و چند دقیقه بین هر بار پیاده و سوار شوند. بیارتخابی سختی های فراوانی نیز دارد. افراد حاضر در این اتوبوس ها حداقل تا صبح باید پنج بار اتوبوس عوض کرده و چند دقیقه بین هر بار پیاده و سوار شدن. سربان را نیز تحمل کنند. وبسایت تجارت نیوز با انتشار گزارشی درباره این پدیده به موضوع اجاره بها در تهران پرداخته و گفته اتوبوس خوابها شغل و درآمد دارند اما نه آنقدر که بتوانند رهن و اجاره یک خانه در تهران را بدهند خط آزادی تهران پارس و دیگری خط تجریش راه هن. به دلیل طول مسیر از مسیرهای مورد توجه بیارتی خواب هاست. در خط آزادی تهران پارس، اتوبوس خواب ها می توانند حدود 45 دقیقه بخوابند، اما در خط تجریش راه که کمی کوتاه تر است، حدود 35 دقیقه فرصت خواب پیدا می کنند. یک راننده بیارتی در این گزارش گفته این افراد روزها هر کدام جایی مشغول هستند و شب اینجا پناه میگیرند. فکر نکنید همه معتاد هستند هر کدام کاری دارند همه طور آدم اینجا بیخوابند حتی کودک دوازده ساله مسافران نمی در اتوبوس بمانند تا راننده دور بزند و آنها بیدار نشوند راننده میگوید دوست ندارم آنها را پیاده کنم اما رئیسم گفته اگر انتهای خط یک نفر از آنها در اتوبوس باشد اخراج می شوی. پیشتر خبرهایی در مورد ماشین خوابی و گور نیز در ایران منتشر شده بود. ظهور چنین پدیده هایی تنها و تنها به دلیل وضعیت اقتصادی موجود در ایران است.